بر تمام عاشقان ایران و درود بر تمام هنرمندان ایران و درود به پادشاه دومش پهلویمون و درود به ملتی که با تمام وجودش اومدن تو خیابنا داد دارن میزنن مرگ بر فلسطین، مرگ بر هرچی عربه که چنین بیشرف بازی در میارن در روزگار به خاطر بیرحمی بودنشون و این برنامه های داعشی و طالبان بازی و اینا سر کودک رو ببرن و دختر رو ببرن و این جنگ خانمان سوز رو وجود بیارن. تمامه که اون کشورهایی که صاحب نفسن و مایلن که جنگ باشه، انسانها بمیرن، قیمت نفت بره بالا. کی قرار میکنه؟ جمهوری اسلامی با کمک قطری ها و دمون تشکیلات. اونا مهم نیست، اگر هر کی بمیره، هر جوونی، دختری، پیری، کشتار براشون مهم نیست. جنجالیه که روی نفته و برای بردن قیمت بالای نفت ملت جهان سوم رو داغون میکنن و واقعا جنگی رو به وجود آوردن که خودشون با دست خودشون گول خودشون رو گم کردن. این تجربه من، اینو واقعیت دارم میبینم و میدونم حتی علی خامنه‌ای هم فهمیده و دنبال قلب خودشه که کجا خاکش کنه. وای با حال بقیه. صبح امروز و در خبری مهم، منابع خبری در ایران از تشکیل فوری جلسه سران قوا در بیت رهبری گزارش می‌دهند. بنا به گفته منابع مطلع از این جلسه، خامنه‌ای مسئولان و فرماندهان ارشد نظامی را برای اتخاذ تصمیماتی مهم و سرنوشت‌ساز به بیت رهبری فراخوانده است. گفته شده در این جلسه گزارش مفصلی از سازمان اطلاعات سپاه برای رهبر دیکتاتور نظام خوانده شده که در این گزارش 12 صفحه‌ای از اجتناب ناپذیر بودن جنگ رو در روی اسرائیل و جمهوری اسلامی صحبت به عمل آمده است. دخالت احتمالی گروه حزب الله لبنان و ابهام درباره نقش ایران در حملات روز شنبه گروه حماس به اسرائیل دو عاملی هستند که از نظر بسیاری از تحلیلگران می توانند باعث گسترش درگیری ها در خاورمیانه شوند. ای اجنبی ها، ای ملخ خورا، شماها قادر نیستین با نسل شیک بازرگان طرف شین و اونهایی که صاحب آریامهرن و کوروش کبیر. هر کاری دارین میکنین دیگه زمانتون تموم شد. بدونین خرخرتون رو میجوین. چرا با هم ساختمونای فلسطینی فقیر رو آقا دوبه رو بشکنیم، قطر داغون کنیم؟ اونا پول خون ملت ما دارن به اینجا رسیدن، پول خون ملتی که زحمت کشه و اصالت داره و فرهنگ داره. ببینید این اجنبی ها که اومدن سر کار، رهبر اجنبی بود و رئیس جمهورشون، وزیر مخابرات، همه اینا اجنبی هن. باور کنین اینا به قطره نوک سوزن برای ایران فکر نمی کنن. برای بقای دین مرده ای رو فکر می کنن که اصلا وجود نداره دیگه. و الان به بن‌بست بزرگی خوردن و دارن با این حرکتشون، با این حرفاشون میخوان تهران ما رو مانند غزه داغون کنن. این نقشه جمهوری اسلامیه. ولی چقدر بعد، چقدر اینا نامردن و دنیا چقدر بیشعوره. هوا پاییزی و بارانیم من، درون خشم خود زندانیم من. چه فردای خوشی را خواب دیدی، تمام نقشه ها بر آب دیدی. چه دورانی، چه رویای عبوری، چه جستنها به دنبال ظهوری. من و تو نسل بی پرواز بودی، اسیر پنجه های باز بودی. همان بازی که با تیغ سرانگشت به پیش چشم های من تو را کشت.
تمام آرزوها را فنا کرد، دو دست دوستی من را جدا کرد، تو جام شوکران را سر کشیدی، به ناگه از کنارم پر کشیدی. من یادم میاد، باور کنین، من کنسرتی داشتم در فرانکفورت، بانو هایدت دعوت کردم، بلکت و شهباز، فرزین، سید کریم، بهانه و دو تا خواننده ترک برای اولین بار در فرانکفورت، البته کامبیزم توش بود که اینا دزدیده بودش در توس بیاد، کنسرتی برگزار شد که برای اولین بار در فرانکفورت بالای 5000 نفر جمعیت بود. در اون زمان 30 سال به بالا یه همچین کنسرتی انجام شد و وقتی بانو هایده اومد رو صحنه صحبتای از ایران کرد، صحبتای امنیامی و من کرد و قلب همه رو لرزوند و آرزو داشت چنین کنسرتای در ایران برگزار بشه و شخص خودش بتونه برای ملتش بخونه. برنامه تموم که شد، هتلش هم تو همون هتلی که من خودم رفته بودم، نشستی باز با هم طبق معمول یخ صدا داد، این بانو گر عشق میریخت و به خاطر ایران و سرنوشت ایران نگران بود. به قدر این نگران بود که اصلا نمیتونه جلو عشقاشو بگیره. هر چقدر خواستیم آروم کنیم، حتی خدا بیامرز بهانه که اونم در اثر سرطان سینه در سربازه دنیا رفت، هر چقدر سعی میکردیم این بانو رو آروم کنیم، آروم نمیشد. گریه پشت گریه، واقعا با همون گریهش آهنگ خون بدون موزیک و با اون صدای بزرگش هتل رو به لرزه در آورده بود و ماهام اشکمون در اومده بود و به عشق ایران خون. خرم آن روز که چو حافظ به تولای وزیر سرخوش است. ای بانو هایده بزرگ، ای هنرمند بزرگ، چرا زود رفتی؟ چرا در میان ما دیگه نیستی که بتونی با صدا دخوندنت به این ملتی که داره داغ میبینه، ناراحته، بهشون انرژی بدی؟ کجایی بانو؟ من نمیشه فراموشش کرد، بزرگ بانوی ما که من خاطرات زیادی ازش دارم و همیشه این مشتیا برخورد میکرد و صفا میکرد، برای مردمش آهنگی میخوند که همه لذت دارد. یادم میاد در میامه که میخوند، واقعا وقتی میکروفون رو میگرفت پایین، تمام جمعیت، تمام مشتری ها به خاطر صداش بلند میشدن. چه عظمتی بود و چه سکوتی بود. محبوب ترین خواننده تاریخ ایران بدون شک هاید است، خواننده افسانه‌ای ما با اون صدای قدرتمند و جادویی خودش که چند نسل قبل از فوتش و بعد از فوتش با آهنگاش خاطره ساختند و این داستان ادامه داره. پروفسور اریک نخجوانی درباره صدای هایده میگه تلفیق قدرت حنجره و مهارت در تکنیک‌های آوازی به صدای کنترالتوی او جنس و تنینی نادر برای اجرای آواز داده بود و از اون گذشته حس قوی او در زمانبندی موسیقایی، داشتن ریتم روان در اجرا و بیان شاعرانه و مؤثر به او این امکان رو داد تا هر ترانه‌ای که میخواد به شکلی تأثیرگذار اجرا کنه. هایده متاسفانه فقط و فقط 47 سال عمر کرد و او در روز 30 دی 68 درگذشت، اما صدای او هنوز که هنوز زنده است و دیگه میشه گفت هایده جزو میراث فرهنگی ایران و ایرانی محسوب میشه. زندگی قصه تلخی
انشاءالله هنرمندانی که در ایران هستن و هنرمندانی که در خارج هستن مانند تو بتونن عشق وطن و ایمان به پرچم شیر خورشیدشون و شاهنشاهشون قدم بردارن و به همه ملت انرژی باید داد. هنرمندا سکوت کردن به نظر من، ولی هر لحظه به لحظه مردم توقع دارن تمام این هنرمندا انرژی مثبت بگیرن. حتی اینستاگرام منم هک کردن. شما حساب کنید که حرفای من نشه. ببین اینا چقدر خیانتکارن. برای اینستاگرام دیگه درست کردیم به نام محمود قربانی صرف دو. هر کی هم دوست داشت بفرمود تا بتونیم اینستاگرام اولی رو بیاریم بالا. من همیشه آرزو دارم برای ملتم و یک موه ملت عزیزمو که نسل شیک پازارگاده به این مرخ رو نخواهم داد. به همین غیرت منو اسرائیلیا دارن، نمیذارن این عربای مرخ رو نادون در دنیا با آدم کشی بخوان موفقیت داشته باشن. اینجاست ای ملت به جوش بیا، ای ملت در اتصابات باش، در بستر منطقه ها باش، در هر شهری هستی، در هر استانی هستی، در هر چی هستی، اجدبی ها رو بیرون کنین و ایرانتون رو پاک کنین که بتونین تصاحب کنین و تمام این مله ها رو بتونین که اجنبی هستن و عرب هستن از خاکمون بیرون کنین. اون روز روز موفقیت ایرانه، اون روز روز موفقیت دنیاست که صلح خواهد دید. در غیر این صورت دنیا صلح به خودش نخواهد دید مگر ابرقدرت ها بخواهد باز بچاپن دنیا رو به عناوین مختلف سیاسی. من یه ایرانیم و عاشق ایرانم و عاشق ملتم هم و با تمام وجودم افتخار میکنم من نشستم و هر روز دارم برای شماها این پیام ها رو میدم. جامعه یک تغییر اساسی میخواد و رهبرانی که همچنان در قالب این نظام باقی موندن خب جامعه را از دست میدن. شما ممکنه به قول معروف یک لویال اپوزیشن داشته باشین یا اپوزیسیون به اصطلاح متعلق به نظام که اون دیگه از دید من اپوزیسیون نیست، چون ما اساس نظام رو زیر سوال میبریم، نه تغییرات قانونی در قالب همین نظام. اتفاقا بحث همه همینه، ما انحلال طلبیم، اصلاح طلب نیستیم. جاوید باد پرچم شیر خورشیدمون، زنده باد زن زندگی آزادیمون، بالاتر از همه جاوید باد پادشاه دوم پهلویمون رضا پهلوی و بانو یاسمین عزیزمون و ولیتمون نور.